چه خیابون های باحالی دارین. خوش اومدین آقای صفی. بله خواهش میکنم. بخواست شما خواهش میکنم. امیدوارم این دفعه دیگه مذاکرات به نتیجه برسه. مذاکره؟ آه مذاکره، خب از اول میگفتی دیگه، ما برای همین اومدیم اینجا. برادر اینکه خورده سریعتر نمیتونی ماشینتو گاز بدی بری ناسلامتی؟ سفیر این مملکتی رو سوار کردی، تو قرن 21 ماشین بدون آژیر اصلا فایده نداره. الو چی؟ بکشم بابا تو ماشین، خودم هم تو ماشینم. آره بابا، آره وقت میگه من خودم این کاره ایم بابا، باکه دیگه خودم طرف مذاکره رو میکشیم، بای به حال دیگه وقت کاری باشن. نه من خودم حلش میکنم. آره یه آنچنان وقت کشی کنم که کسی نفهم مثل چی به چیه. دیدی بچه داشت با ننش صحبت دیگه سر من بود، داشت در گوشی باش میگفتش دیگه. سلامی بزن کرا یه نوشابه یه چیزی گرم گیر کرا، خب اینطور ما چیزی بیم سر مذاکره آقا، جنازه بار که نمیخوام ببریم اونجا. آره فکر کنم این موقع چه مشکلی داشت، ما والا تو مملکه بمونم درست نمونی کنم اون تکیل بخوریم، شما ببرم. بابا چه کار کردین؟ از تهران تا وین 3 ساعت پرواز بود، از فرودگاه تا اینجا 5 ساعت طول کشید. کارت بخوره به شکمش، هرچی رستوران تو راه بود تیکشی. ببین هرچی میخوای بخور، هر کاری میخوای بکن، ولی این مذاکره لعنتی رو به یه جایی برسون. خسته شدیم بس که وقت طلب کردیم، ما همه حرفامون رو زدیم، شرایطمون هم مشخصه، نوبت شماست. حرف شما بالاخره چیه؟ ما هم برای همین اومدیم دیگه بابا جان. پس فکر برای چی اومدیم؟ بریم سر اصل مذاکره. این کاغذهای من کجاست؟ کیفم اینجاست. راستی این بسته پیشنهادی ما رو شما ندیدین؟ فکر کنم بسته پیشنهاداتمون رو توی ماشین جا گذاشتم، یا شاید تو رستوران جا گذاشتم، نمیدونم. خب مدنیه، حالا میریم سر مذاکره. اما مذاکره نیستم. صبر من یه چند لحظه صبر بکنید، اول بره بعد فکر کنم دیگه رفتش. اینه به نام خدا و با عرض خسته نباشید به همه مسئولین محترم و خدمتگزار و با عرض احترام و ادب به عزیزان وینی، اتریشی، اروپایی. نفسم رو گرفت. بعد این مذاکره فشرده به خاطر که به یک نتیجه گیری اساسی برسیم، به نظرم نیاز که یک آنتراکی بدیم، یک نفسی بگیریم، یک هوایی عوض بکنیم تا که بتونیم ادامهش بدیم دیگه. آره هنوز حرفی نزدیم که تنفس بگیریم. بچی پس بفرما تو حالا ما داشتیم اینجا قاز میچرندیم دیگه. اما برای ادامه بحث مذاکره یک جوک براتون میگم، صفا کنید. یه روز از این یارو میپرسیدن که این علت چیه که این قفاسا وقتی میخواند توی قایق بپرن تو آب از عقب میپرن، از جلو نمیپرن اینا؟ طرف یه خورده فکر میکنه میگه خب معلومه دیگه، اگه از جلو بپرن خب دوباره میافتن تو قایق. خوشت اومد؟ خب بخند دیگه بابا جان. خب باشه ادامه میدیم. برای اینکه جدیت شما در این مذاکره برای من مشخص میشه، یه معما براتون میگم. اگر این معما رو حل کردید میفهمم شما در این مذاکره جدی هستید. معما اینه که اگه تونست